سلام سلام، خوب باشید و برقرار. خب سال 2023 هم تموم شد با هزاران اتفاق مهم در دنیا، با هزاران آرزو که به واقعیت تبدیل شد و هزاران آرزو که فقط حسرتش به دلها موند. بیایید مروری کنیم اتفاقات مهم سال 2023 رو. دادگاه کیفری حکم جلب ولادیمیر پوتین رو صادر کرد. افشای آزار جنسی کلیسای کاتولیک روی 4815 کودک در اسپانیا. فنلاند عضو ناتو شد، وزیر دریایی ناتان غرق شد. تو این سال رکورد گرمترین سال جابجا شد. هزاران نفر بر اثر زلزله تو ترکیه جون خودشون رو از دست دادند. شاه چارلز تاجگذاری کرد و اردوغان مجدد تو انتخابات ترکیه پیروز شد. هند شد پرجمعیت ترین کشور جهان و جنگ داخلی سودان بیش از 5 میلیون نفر رو آواره کرد. اکتشافات فضایی شدت گرفت و حماس به اسرائیل حمله کرد و در قبرس نیکوس کریستودولیدس رئیس جمهور شد. ارجان با همه نقایص افتتاح شد. نیروهای شرکت برق برای مدت طولانی دست از کار کشیدن. مدارس هم برای اعتراض به آموزش و پرورش دست به اعتصاب زدن. تو سالی که گذشت 5 نفر تو قبرس شمالی به قتل رسیدن و 47 نفر هم توی تصادفات جون خودشون رو از دست دادن. سایت اداره مهاجرت هک شد و تا چند ماه ایرانی‌ها سرگردون بودن. رسوایی نسخه‌های جعلی هم از اتفاقات مهم این سال بود. و متاسفانه تعداد زیادی از دانش آموزان به دلیل ندونستن زبان ترکی امسال از تحصیل محروم شدند. مجله اقتصادی فوربس مجدد اسم قبرس شمالی رو سر زبون‌ها آورد و بودجه عمرانی و کشوری هم بیش از 100% افزایش پیدا کرد. اردوغان از یونان بازدید کرد که نوید بخش روزهای خوب برای جزیره قبرس خواهد بود. امیدوارم سال جدید سال خوبی برای همه شما عزیزان باشه و ممنون که توی این سال هم از ما حمایت کردید. به رسم هر روزه و هر سال آرزو میکنم که همیشه دلتون شاد، لبتون خندون.